در افغانستان جنگ ما نیست. جنگ در افغانستان جنگ ما نیست. جنگ از دیگر است. ما فقط چوب هستیم که در گران و میزیزیم و نمیدانیم که چی در افغانستان. چرا این رقم هستیم؟ به خاطر که ما را کسی توجیه نمی کند. بس پیش طالبا بری توجیه چیز بکش 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 بلا پیش حکومت بری بکش 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 بکش. پس همین دو کم هست. هیچ کسی نیست که بگوید چرا چرا بکشم چرا بکشم. داعیه را گوش کنیم، پیام را گوش کنیم، هوا را بیاریم. چرا مرا میکشی؟ گناهیم چیش؟ این را برای ثابت ما چی کردیم که تو خونه مرا میکشی؟ او را برای تثبیت کنیم که مرا با این گناه همه قبل جزا بدی که خونه مرا بریزن. ای قدر ما گناه کلام کردیم که تو را باید وداشت مرا بکشیش. سوال است اگر در دو طرف اقناع باشد و کله باشد و مزدور نباشد بر ملت خود رحم می کند. بر ملت خود رحم می کند چون دکتی از دیگر است، قمانده از دیگر است. پس اصرار بر جنگ، اصرار بر جنگ رای حلی است، رای حلی است. والله اگر کشتن رای حل می بود دولت نفر را بکشن و گپ را گرد بکنن نمی شن. پس آواز ما شما مهم است دوست عزیز. ما شما آواز باید بلند کنیم. روز گذشته و صدها نفر در کابل ما در پشت شفاخانه در خانه هایشان مرده کی و ویلا در باز امی خلاص شد. ای آخرین بود؟ نه ای آخرین نیست. ای از ما باز اصرار بود باز میشه باز میشه. پس چرا آواز خدا بلند نمی کنید؟ چرا نمی گیرید؟ هر کسی که بر جنگ اصرار میکنه نفرین بود. هر کسی که بر جنگ اصرار میکنه نفرین بود. جنگ های حل نیست. ما آماده هستیم، قسم به خداست. 1.5 میلیون شهید داریم. این را برای دین داریم، ما بر بلند منزلا نداریم. پس تو بشین کسایی که مسلمان هستن کی مخالفت شریعت الهی را میکنه؟ پس یک دو سه نفر بی دین و به نام جامعه مدنی و به نام آن که مخالفت میکنه ارزش نداره. ارزشش ناکو هستی. در افغانستان غیر از اسلام چیزی دیگری نمیتونه حکومت کنه. این اساس است. این را باید کلگی بداند. جز اسلام در افغانستان چیزی دیگری نمیتونه بیاید. بس بیان خود چرا خند اسلام؟ چرا خند اسلام؟ استبداد خود اسلام نیست؟ سیستم خود واضح پیام دارد، پیام سیستم دارد. بیاین در تفاهم حلش بکنیم، با مذاکره حلش بکنیم. والله بالله قسم است مسلمان خود بگذار. انسان میخواد کشورش خارجی باشد؟ مسلمان خود بگذار. انسان نمیخواد. همگی عارض داره از اینکه خارجی در کشورش باشد. او کسی که وجود خارجی در کشورش میپذیره انسان نیست. مسلمان خود بگذار او انسان نیست. هیچ کس نمیخواد خارجی در کشورش باشد. هیچ کس نمیخواد که سلطه کشورش در اختیار دیگرها باشد. ولی تنازع موضوع اختلاف موضوع زمینه را مساعد میکنه که دیگرها باید حکومت کنند. ما میخوایم آزاد باشیم، با اراده خود باشیم، با تعبیر خود باشه. والله تفاهم رایش است، مذاکره رایش است، گفتمان رایش است. پس به این
و این کل ما شما باید دست تعاون بتون، کل ما آواز خدا باید بلند کنیم. اگر نمی کنیم و انتظار میکشیم، قسم با خداست امریکا و ما صلح نمیاد، والله پاکستان نمیاد، والله ایران نمیاد، والله کشورهای خارجی نمیاد، و خون ما تو میگیم، ما تو آواز بلند کنیم، حکومت هم نمیرسوزن، طالب هم صلح نمیاد، خودخواهی میگیم. اگر ما تو بگیم باز مجبور میشه، باز مجبور میشه. اگر ما تو انتخاب کنیم خیال از یعنی که هیچ یکی نیست، اون از ما عسکر میگیرد، یام از ما عسکر میگیرد، اردوش عسکر میگیرد، اون ما را فرید میکن، ایران ما را فرید میکن. و بدبخت ما شما روز به روز فقر دین، روز نماز شام را خواندم، به خانه آمدم، جوان آمد در آغوشم، تو چی یک زد؟ سبحان الله، چی جا برست؟ درد خود را دارد، مشکل خود را دارد، والله توانش من نداشتم که حلش میشم. یا آواز بلند شده میرود، سخت شده میرود. پس را چی هست؟ کل ما آواز صلح بلند میکنیم، همه ما نفرین بر جنگ میگیم، ما صراح میگیم که جنگ در بین دو مسلمان است، دو مسلمان یک دیگر میکشند. در قندوز گوزنه کی میمارد؟ مردم ما میمارد، از این طرف کل افغان صدمه میگیرد. و ما شما خرار در دست بالا ششده و خیال میگیم که قلی جور میشه، قلی جور. پس دعا بکنیم که خدای تو به لطف کرم به هر غلطی که ما را گرفتی قلبهای ما را اصلاح کن، پروردگار در کشور ما صلح بیار، امن بیار، عزت بر ما بیار. خدایا ما را از این بدبختی خلاص کن، خدایا در کشور ما آرامی را بیار، موادت و دوستی و اخوت و برادری را بیار. خدایا ما را از حق ظاهری و باطنی خلاص کن. خدایا تو به لطف کرمت و حرمت اسمای حسنای با اون نامی که پیش خودت است و دوستش داری، یا الله به حرمت امون نامت این مصیبت را از کشور ما بردار، این بدبختی را از کشور ما بردار، این نفاق و شقاق را از کشور ما بردار. خدایا هر دو طرف، هر دو طرف اگر صلح نمی کنند بر جنگ اصرار می کنند، یا الله این کلامه را زلیل خارش بشه و پروردگار به مصیبت اینها را گرفتار بکن که ما عذابش کنیم. خدای خوشی تو هیچ سختی نیست، پروردگار در ما نیست صدمه بکنیم، در خانوادش در صدمه بکنیم، در وجودش در صدمه بکنیم، تا این ملت ما از بشعار بشه. ما میدونیم که این کلامه ای غلطی را میکنن، اینا خودخواهی میکنن، اینا آمده نیستن برای اینکه بپذیرن، اینا آمده نیستن که در کشور ما خیر. خدا هدایتش ده، هدایتش نباشه، یا الله از سر ما نرمان، بر وردگار با مصیبتی مادی و معنی کجا شد. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره